الهام جزائری هستم. امروز در خدمت کلاینت عزیزمون آقای مصطفی نژاد هستیم که ایشون هم دقیقاً با همون پروسه کرونا همزمان شد شروع پروندهشون و یه سری چالش ها داشتن. امروز در خدمتشون هستیم، یه سری سوال ازشون میپرسم که در واقع از تجربیاتشون بتونیم استفاده بکنیم، ببینیم که با چه چالش هایی روبرو بودن در طول پروسه و در واقع امیدوارم که اطلاعاتی که منتقل میکنم برای همه عزیزان مفید باشه. سلام جا مصطفی نجات. سلام واردن، چطوره؟ خیلی ممنون. شما و همه دوستان و همکاران خیلی خوبتون تو شرکت بسیار خوب پرشین مایگرنت. سلامت باشی، ممنون از شما. جا مصطفی نجات، یه مقدار در مورد پروسه اسکیل ورکرتون، این که با چه شغلی اقدام کردید و خب من میدونم که شما خوردید به داستان کرونا و پروسه مقدار زمانبر شد، اینکه توی بحث گرفتن نمره زبان چه چالش هایی داشتید و نهایتا با چه نوع ویزایی ورود کردید، یه توضیح برای ما میدید لطفا؟ بله، عرض کنم خدمتتون، من فکر میکنم سال 98 بود که پرونده رو در واقع به جریان انداختیم و قرارداد رو بستیم. توی بازه زمانی هلوهوش سه ماهه من مدارک رو تهیه کردم و پس از اون مدارکی که مورد نیاز بود با راهنمایی شما اسسمنت رو تونستم از سازمان TRA بگیرم تو رشته موتور مکانیک. پس از اون در حقیقت دیگه مشغول شدم به اینکه پروسه زبان رو بگذرونم، ولی خب متاسفانه ما مواجه شدیم با کرونا و فکر میکنم دقیقا 2 سال شد که کل این در واقع پروسه متوقف شد. به محض اینکه شرایط کرونا یکم استیبل شد و هلوهوش یک سال بعد بود، یعنی از سال 98 هلوهوش سال 99، من تونستم برم برای امتحان PTE کشور ترکیه رفتم و اونجا امتحانم رو دادم و PTE 65 گرفتم. پس از اون باز هم هیچ خبری از دعوتنامه و اینکه ایالتی بخواد باز بشه و دعوتنامه بده نبود هنوز، ولی خوشبختانه ما جز اولین نفراتی بودیم که به محض اینکه ساوت استرالیا شروع به دعوتنامه دادن در واقع کرد، ما دعوتنامه گرفتیم. دعوتنامه توی کلن سر استرالیا خیلی توی این رشته، حالا رشته من موقع تقاضا براش زیاد بود، ما دعوت نامه رو گرفتیم. فکر میکنم تو سال 1400 بهمن یا دی 1400 بود که دعوت نامه من اومد و دوستان تماس گرفتن و گفتن که دعوت نامه دریافت شده و پس از اونم دیگه پروسه انجام کارهای مدیکال و اپلیکیشن هایی که داشت انجام شد و اواخر سال بود که دوستان تماس گرفتن و گفتن که در واقع ویزا اومده و این خبر خوب رو ما دادن. چقدر طول کشید پروسه صدور ویزاتون حدوداً؟ پروسه صدور ویزا پس از دعوتنامه، من فکر میکنم دعوتنامه رو توی هلوهوش ساعت استرالیا تو تیر ماه یا مرداد ماه در واقع باز شده بود برای اینکه شما بتونید اپلای کنید. پس از اون از زمان در واقع ثبت در واقع اون لاجمنت بهش میگین درسته، از زمان لاجمنت فکر میکنم 7 ماه یا 8 ماه بعد، هشت ماه درسته. بسیار عالی. الان چند وقته که وارد استرالیا شدین؟ ببینید، من به معنی اینکه ویزا رو دریافت کردم، خب دیگه چون این پروسه مهاجرت واقعا پروسه و خیلی سخته، ما توی بازه زمانی بهمن ماه ما شروع کردیم به اینکه دیگه کارامون رو آماده کنیم برای مهاجرت. ما اوایل اردیبهشت ماه ما اومدیم استرالیا، حدود 1 ماهی ما سیدنی بودیم، در واقع اونجا بیشتر جنبه اینو داشت که یکم آشنا بشیم و یکم ببینیم و 1 ماه اونجا موندیم. ولی از زمانی که الان 2 ماه ما اومدیم ادلاید،
دو ماه تقریبا دو ماه کامله که ادلایت هستیم و همه کارهایی که باید انجام میشد، کارهای اداری چه از بابت مدرسه بچه خونه، همه کارهایی که باید انجام میدادیم در واقع توی دو ماه اخیر اتفاق افتاده که ما توی ادلایت هستیم. درسته. حالا که صحبت شهر ادلایت شد، یه مقدار توضیح میدین که اصلا به نظر خودتون چه نکات مثبتی داره چه نکات منفی؟ چون ببینید کلاینت های ما و اصولا خب فکر کنم یه چیزیه که خیلی هم نرمال و طبیعیه که این اتفاق میفته، بیشتر راجع به ملبورن و سیدنی شنیدن و وقتی که صحبت از مناطق ریجنال میشه، حالا شهرهایی بجز ملبورن و سیدنی و بریزبن، این دیدگاه هم پیش میاد که شاید یه تفاوتایی وجود داشته باشه، شاید اون شهرها امکانات خوبی نداشته باشن، هرچند که من در مورد ادلیت مطمئنم که همچین چیزی نیست، ولی میخواستم شما هم لطف بکنید یه توضیح بدین که به نظر خودتون چه جور شهریه به لحاظ امکانات، مشکلی که ندارید اونجا؟ نه اصلا ببینید، من این نکته رو اول بگم، چون خب ما چون خانوادگی اومدیم اینجا و یه سری پارامترهایی بود که برای ما خیلی مهم بود که باید اون استانداردها و اونا حتما باید می بود برای ما. ببینید توی استرالیا شما اصلا با این موضوع مواجه نمیشید که یه جایی امکانات داره یه جایی نداره. اینجا امکانات همه جا هست، حتی شاید توی جاهای دور افتادش هم برید شاپینگ سنترها هستن، به مرکز تفریحی، پارک، هر چی که بگید توی مناطق دور افتادش هم هست. اصلا این موضوع رو شما فراموش کنید. ببینید تو مناطق رژیونال، من چون سیدنی بودم و اونجا جای مختلفش رفتم، ببینید شما اینجا سیدنی خود در واقع اون سیتی فکر میکنم خیلی در موردش صحبت میکنم، ولی در واقع اون سیدنی سابرب زیاد داره که خیلی از افراد اونجا زندگی میکنن و تمام امکانات رو داره از بابت در واقع بحث حمل و نقل عمومی و همه مسائل تفریحی. من شهر ولونگانگ هم حتی رفتم، توی شهر ولونگانگ هم یه شهر کوچیکیه جز رژیونال هاست. ما از قبل تصمیممون این بود که بیایم به ادلیت، تصمیممون این بود و به خاطر همینم که وقتی که رفتیم سیدنی در واقع همه کارمون انجام دادیم که بیایم اینجا. ما خیلی خودمون خیلی راضی هستیم از اینکه اومدیم اینجا، چون اینجا سبک و سیاق شهرش شهر خیلی زنده و بزرگ و خیلی خوشگله. بعد تو استرالیا معروفه به شهر فستیوال ها. بعد ببینید همه امکاناتی که شما فکرشو بکنید که تو سیدنی هست اینجا هست، شاید بیشتر از اونجا هم باشه. اصلا از بابت این موضوع نباید هیچ دغدغه‌ای وجود داشته باشه. نه تنها اینجا، شما هر جایی که استرالیا بخواید برید همه جا امکانات هست، به یک شکل هم هست. بسیار عالی. و حالا در بعد به ورود فرمودید که وارد شهر سیدنی شدید. اونجا حالا میخوام بدونم که یه نفر که برای اولین بار وارد کشور استرالیا میشه چه چالش هایی ممکنه باهاش در واقع مواجه بشه، چه مواردی رو باید از قبل در نظر داشته باشه؟ شما زمانی که رفتید سیدنی اونجا خونه ای اجاره کردید یا نه مثلا پیش دوستان و آشنایان و اقوام بودید در ابتدا؟ نه ما خونه اقوام بودیم اونجا، یک ماه ما تو سیدنی بودیم و از بابت اینکه تو سیدنی بخوایم باشیم ما مشکلی نداشتیم. ولی نکته ای که وجود داره، دوستانی که وقتی که میرسن، خب اینجا کسی که اگه بخواد کسی بخواد خونه بگیره، حالا از طریق hotels.com یا booking.com یا Airbnb، اینا خب یکم هزینه ها براشون زیاده. اینا باید در واقع دوستان باید بهش توجه کنن زمانی که میخوان بیان اینجا، به فرض حداقل تصمیمشون رو بگیرن که کجا میخوان برن، کجا میخوان زندگی کنن، چون هزینه ها براشون با توجه به این شرایطی که الان وجود داره باید بیان تا ماها اینجا به ریال خرج کنن، براشون ممکنه سخت باشه. من توصیه هم برای دوستان اینه که از قبل تصمیمشون رو بگیرن، تحقیقاتشون رو بکنن کجا میخوان زندگی کنن، چون دیگه نمیتونن وقتی یعنی به فرض بیان برن مثلا سیدنی بعد تصمیم بگیرن که حالا کجا برن، این براشون خیلی هزینه زا هستش. بعد در این پروسه به هر حال هزینه تو این پروسه خیلی زیاده. ما به همین دلیل ما زمانی که اومدیم سیدنی با همین در واقع روی کرد اومدیم اونجا، کاری که میتونستیم انجام بدیم یه سری کاری اولیه مثل باز کردن حساب بانکی بود که حساب بانکیمون اونجا باز کردیم.
و همین حساب بانکی هم حتما شما باید یک در واقع مکانی محل زندگی رو داشته باشید که حساب بانکی باز کنید. چون اینجا مثل ایران نیست. شما وقتی که میرید بانک و در واقع حالا مدارکتون رو میدید، پاسپورت و اینا رو میدید که میخواید حساب بانکی باز کنید، اینجا همون لحظه بهتون کارت بانکی رو بهتون نمیدن. ممکنه یکی دو هفته طول بکشه کارت پست میشه به اون آدرسی که شما دادید. پس بنابراین پستی حتما باید داشته باشه. حتما. یعنی مثلا خیلی دوستان بودن که خب بریم، من شنیدم که توجه نکردن، رفتن مثلا یه ار بی ام بی خونه گرفتن، یه هفته موندن، کارتشون بعد پست شده به اون آدرس، بعد یه مقدار درگیر این بودن که برن کارتشون رو پیدا کنن و بگیرن. بنابراین کارت به اون آدرسی که دادن براشون پست میشه. یعنی باید فکر می‌کنم حداقل دفعه اول مثلا باید دو هفته یه خونه رو بگیرن. ولی خب ما پس از اینکه اومدیم در واقع ادلاید، خب ما یه سری کار اولی رو که اونجا انجام دادیم. اینجا ما درگیری که داشتیم در واقع درگیری برای گرفتن خونه بود و مدرسه بچه، که حالا اینا رو یک به یک بهتون توضیحش خدمتتون عرض می‌کنم. حتما. کوچولو قبلش راجع به مدیکر هم صحبت می‌کنین که کلا پروسه سختی که نداره گرفتن و ثبت نام مدیکر. نه ببینید، پروسه سختی نداره. توی سیدنی، نیو ساوث ویلز، اونجا سرویس NSW سرویس وجود داره که باید به اونجا مراجعه کنین. یه سری فرم هایی رو داره، البته آنلاین هم هست. شما باید اون ویزا رو باید براشون، ویزای در واقع خود شخص اول و خانواده به همراه کپی پاسپورت ها، باید به همراه اون فرمایی که پر میشه، باید به اون آدرسی که میدن ایمیل بشه. یه چیز خودهوش یک ماه طول میکشه تا کارت مدیکر صادر میشه و باز به همون آدرسی که داده شده پست میشه. پس بازم اینجا آدرس خیلی مهمه. ولی دوستان اگر یه موقع آدرسشون رو عوض کردن و مدیکرشون طول میکشه براشون بیاد، میتونن پس از اینکه در واقع اون انرولمنت رو انجام دادن، بعد از دو هفته یه هفته هر وقت که جاشون عوض شد تماس بگیرن و تلفنی به اون در واقع اپراتوری که توی یه شماره تلفنی هست برای مدیکر تماس بگیرن و بهش بگن که مثلا به این آدرس برای من بفرست، یعنی جدید رو آپدیت کنن. و اونا این کارو میکنن، ما این کارو کردیم خودمون. ما تو سیدی در واقع کاراشو انجام دادیم، اومدیم اینجا آدرس خونه خودمون رو اینجا بهشون دادیم. بسیار عالی. خب یه مقدار در مورد بحث ثبت نام فرزندان توی مدرسه هم توضیح میدین. فرمودین که یه پسر بچه داریم، درسته؟ بله. ببینید، مدرسه اینجا، خب ماهایی که مهاجر هستیم و بچه ها ممکنه دوستان بچه مدرسه‌ای داشته باشن، حالا یا سن کم باشه یا سن های بالاتر، اینجا یه سیستمی داره، یه سری مدارسی هستن یه سیستمی داره به اسم سیستم IMS. بله. که در واقع Intensive Learning English دارن، یعنی دوستان باید برن اون مدارس رو پیدا بکنن، به دلیل اینکه توی اون مدارس همراه با در واقع تحصیلشون باشون به صورت خیلی مثلا خصوصی و پرایوت 3-4 تا بچه هن 5 تا بچه هن باشون زبان کار میکنن و در عرض چند ماه اینا رو انقدر زبانشون خوب میشه که بعدها میگن که اینا میتونن بیان تو مینستریم. مینستریم یعنی این که به فرض این بچه دیگه راحت میتونه انگلیسی صحبت کنه، میتونه بفهمه، میتونه بنویسه، بعد در واقع میتونه هر مدرسه بره ثبت نام کنه. این مدارسی که IMS هستن توی در واقع دوستان میتونن تو هر شهری که هستن پرسجو کنن، پیدا کنن خونه رو بر اساس اینکه، یعنی قبل از اینکه در واقع خونه رو بگیرن، جایی بگیرن که نزدیک اون مدارس باشه که بتونن بچه‌ها رو اونجا ثبت نام کنن. چون اینجا مدارس خونه ها باید توی اون ایریا باشه، اگه نباشه ثبت نام نمی‌کنن. باید تو ایریا باشن. آره. درسته. پسر شما مدرسه‌شون شروع شده، دارن میرن؟ بله. بله، مدرسه‌ش شروع شده. بسیار. بله، ما در واقع اینجا چند تا مدرسه بود که توی ادلاید ما شناسایی کردیم، مدرسه خوبش رو پیدا کردیم. تو همون مناطق هم در واقع گشتیم و سخت بود، ولی تونستیم خونه بگیریم، چون مدرسه که ما انتخاب کرده بودیم جز جای خیلی خوبش بود. یه مقدار سختی داشتیم که بتونیم خونه پیدا کنیم، که حالا خوشبختانه. بسیار. و اینکه نجا مصطفی نجات الان مشغول به کار هستین اونجا؟ بله. ببینید،
موضوع کار اینجا، آره من خوشبختانه من که اومدم اینجا یکم کارامو که انجام دادم خیلی زود تونستم مشغول به کار بشم. ببینید پروسه کاری اینجا یه مقدار دوستانی که میخوان بیان، اگه دوستانی که فنی هستن یه مقدار کار براشون راحت تره، این راحت تر میتونن اینجا سر کار برن. اگه خاطرتون باشه من هم موقعی که اقدام کردم از سازمان TRA در واقع اسسمنتم رو گرفتم، اینجا هم خیلی به کارم اومد، چون من در واقع دیپلم فوق دیپلم و لیسانس هم مکانیک خودرو هستش و اینجا خیلی های دیمنده. خیلی های دیمنده و توی در واقع ادلاید به دلیل اینکه اینجا یه شهر خیلی بزرگیه و خیابونای خیلی پهن و بزرگی داره و همه اینجا با ماشینای خودشون شخصی خودشون رفت و آمد میکنن، واسه همین اینجا سیستم اتومبیل و نمایندگی‌های زیادی داره، یعنی نمایندگی‌های کمپانی مختلف هستش و من هم تو همین زمینه توی یکی از این شرکت‌ها اینجا مشغول به کار هستم. یعنی دقیقاً تو فیلد تخصصی خودتون مشغول به کار شدی؟ تخصصی خودم، بله بله. چقدر عالی. و از چه طریقی اقدام کردید برای پیدا کردن کار؟ یعنی همین رزومه خودتون می‌فرستادین برای حالا توی این سایت‌های کاریابی، یا نه مثلا لینکدینتون، از طریق لینکدینتون تونستین کار پیدا بکنین؟ و یه سوال دیگه هم که دارم اینه که تو چندمی مصاحبه، یعنی چند جا درخواست دادین، چند جا برای مصاحبه رفتین و بعد تونستین این شغل رو پیدا بکنین؟ ببینید اینجا برای اینکه شما بخواید سر کار برید، اینجا رفرنس در واقع همون سایت و اپلیکیشن seek.com هستش. بله. تو لینکدین هم هست البته، ولی لازمش اینه که شما یه رزومه خوب داشته باشید. ببینید تو استرالیا اینجا یه در واقع سیستمی داره، اینجا اکثر افراد یا میرن دانشگاه یا میرن ترید، یعنی اینجا خیلی از افراد رو شما میبینید که تحصیل دانشگاهی ندارن، ولی مثلا طرف تعمیرکار لوازم خونگیه، تعمیرکار مثلا لوازم چه میدونم هر چیزی که شما بگید، اینا میرن دوره میگذرونن و سرتیفیکیت و لایسنس میگیرن. خب ما که از ایران میایم، خب ببینید ما اینجا چند تا چالش داریم. ما از ایران میایم هم موضوع زبان رو داریم، همین که ما لایسنس و اون سرتیفیکیت هایی که مورد تایید اینا هستش رو نداریم. درسته، چالش اصلی ماست اینجا. ولی باز دوستان فنی یک مقداری که میتونن امیدواری داشته باشن این که با توجه به اینکه اگه هر چقدر که تو موضوع فنی قوی تر باشن، زمانی که یه رزومه خوب درست کنن برای اون شرکتی که در واقع آگهی رو داده از طریق وبسایت براش بفرستن، اگه بتونن اینترویو رو بگیرن، حالا اینترویو ها عموما اینجا برای بعضیش آنلاینه بعضی حضوریه، چون در واقع اینترویو اگه بتونن طوری پرزنت کنن که اون کارها رو بلدن، بعد تو کار هم خودشون رو نشون بدن، جاب رو میگیرن. یعنی نیازی به گذروندن اون دوره ها دیگه نیست. دیگه نیاز نیست. یعنی باید در واقع اینا بهش میگن هندز آن باشن، یعنی بتونن اون، به فرض اگه طرف میگه من تعمیرکار لوازم خانگی هستم، من اگه نجار هستم، اینا اصلا همه چیشون بر اساس تراسته، یعنی میگن که اگه شما اومدی و اعلام کردی که من یه نجار خوبم، خیلی خوب، تو کار باید کار بهشون نشون بدی کارت خوبه. چون ما سرتیفیکیت های اینها رو نداریم و لایسنس هاشون رو نداریم، باید از این طریق جاب رو بگیرین، بعد اگر کسی حالا در حین کارش خواست بره این لایسنس ها رو بگیره، باید اینجا بره تو تیف ثبت نام کنه یا حالا جای مربوطه و بتونه اون سرتیفیکیت ها رو بگیره. بسیار عمالی. و سوال آخرم از خدمتتون بپرسم، با توجه به حالا اینکه تازه تقریبا وارد استرالیا شدید، سطح درآمد در استرالیا با توجه به هزینه های زندگی مناسب هست؟ یعنی این هماهنگی بین هزینه ها و سطح درآمد وجود داره به صورت کلی؟ کسی اونجا دغدغه اینکه آخر ماه اجاره خونه و قبض آب و برق و اینا میمونه داره یا نداره؟ سوالم اینه. ببینید اگه بخوایم ما به صورت کلی نگاه کنیم، اگه کسی بخواد بیاد اینجا، اینجا خب خرید خیلی راحته، یعنی اینجا شما خیلی راحت میتونید برید ماشین بخرید، وسایل خونه بخرید، هر چی که بخواید میتونید راحت بخرید و این خریدها باعث میشه که در واقع هزینه هایی رو وارد میکنه به شما که ماهیانه یا حالا هفتگی چی که بر اساس کانترکتتون از حسابتون کم شه. ما در واقع بنا رو برای این میذاریم که کسی بخواد بیاد اینجا با یه حسابی در واقع داشته باشه، یه مقدار مبلغی داشته باشه که بتونه یه سری چیزای اولیه رو بخره.
مثلا کسی که اینجا میاد اگه بتونه یه ماشینی رو بخره که بتونه راحت رفت آمد کنه، دیگه ماهانه اون هزینه که از قرار بره ماشین از کمپانی بخره و حسابش کم کنه نداره. در مجموع میخوام اینو بگم که درآمد اینجا اگه خروجی‌ها این شکلی نداشته باشه خوبه، یعنی خیلی خیلی خوبه، یعنی کار راحت، شما میتونی هزینه های زندگی رو میتونی اجاره خونه رو راحت میتونی بدین و بابت خرید مایحتاج خونه و وسایل خونه میتونین کار رو انجام بدین، ولی به شرطی که یه مقدار پشتوانه مالی داشته باشه اون فرد که بتونه یه سری چیز اصلی رو تهیه کنه که ماهیانه از حسابش کم نشه. یه مقدار متوجه شدم. خیلی ازتون ممنونم. فکر می‌کنید نکته دیگه‌ای هست که بخوایم به کلاینت‌های ما بگین یا من همه سوالا رو پرسیدم؟ نکته دیگه ای که من دیگه فکر نمی کنم مونده باشه، در مورد همه در واقع موضوعات صحبت کردیم. من دیگه تو خاطرم نیست، اگه حالا بازم سوالی داری من در خدمتم. خیلی بود، خیلی خیلی ازتون ممنونم. ممنون از این که وقتتون رو به ما دادی. میدونم تعطیلتون هم هست. خیلی متشکرم، امیدوارم که تو تمام مراحل زندگیتون موفق باشین و باعث افتخار بنده بود که توی این پروسه مشاور شما بودم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید و روز خیلی خوبی هم داشته باشید. خیلی ممنون. من میخوام یه تشکر ویژه بکنم از شما، از شرکت برشیم مایر گرند، که واقعا واقعا شرکت بسیار خوب، خیلی حرفه‌ای. توی این پروسه من بارها شد که با دوستان تماس گرفتم، در واقع مزاحمشون شدیم توی پرونده، خیلی دقت کردن، خیلی با حساسیت کار پیش بردن. همون اول شما خیلی خوب راهنمایی کردی که من تونستم مثلا از تیاره بتونم اسسمنت رو بگیرم. خانم صفاجویی خیلی توی این پروسه زحمت کشیدن و از کنم خدمتون خانم اسمش رو فراموش کردم، مسئول پرمندم بودن، آفیسرم بودن، خیلی زحمت کشیدن، خورست دوستان و انجام زنده باشین. خیلی لطف داریم، من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. روز خیلی خوبی داشته باشین. مرسی، ممنون از شما. خدا نگهدار. خدا حافظ.